امشب چطور بود از نظر شما؟ برای من مفید بود، بهره بردم از برنامه امشب و ممنونم از کلوپ کارآفرینان ایرانی که مثل همیشه حامی جامعه ایرانی کانادایی هستند. این دوره همیا توی کلوپ کارآفرینان و مؤسسات دیگه‌ای که راه اندازی شده و کمک میکنه به تازه واردین خیلی خیلی میتونه اینفورماتیو باشه برای بچه‌ها و نیروهای جدیدی که اومدن و بتونن سریع‌تر توی این محیط جدید توی کانادا بیزینس‌هاشون رو ببرن جلو. افتخار داشتیم امشب با 110مین برنامه کلوپ کارآفرینان ایرانی کانادا در خدمت جمع فرهیخته‌ای از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی در شهر تورنتو باشیم. برنامه امشب واقعا میتونم بگم بسیار عالی، تقریبا 100 نفر شرکت کننده ما داشتیم و در زمینه تجاری سازی و کشف فرصت‌های توسعه و سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی صحبت کردیم. در خدمت آقای مازی حسینی بودیم که بیش از 20 سال در این زمینه تجربه دارن و از کیفیت سوال و جوابای انتهای برنامه مشخص بود که کاملا شرکت کننده ها با بحث عجین شده بودن و انگیج شده بودن. یک بیزنسمن اول به نتورک احتیاج داره. خب ماهایی که کارآفرینی در یک کشور دیگه کردیم، وقتی میایم اینجا اصل قضیه‌مون اینه که نتورک نداریم. خیلی هم آدمای خوب، خیلی هم آدمای مشهور، ولی اینجا نتورک نداریم. عرضم حضورتون که همه بیزینس رو میشه توی یه جمله به اصطلاح خلاصه کرد که do the right thing at the right time in the right way by the right means or person. ما سعی کردیم در زمان درستش و درست اون زمانی که مردم نیاز دارن به یک نتورکینگ هدفمند، زمانی که میتونن آدمایی که با یک علاقه مشترک دور هم جمع میشن، نه مثل زمانهایی که معمولا بی هدف آدم ها دور هم جمع میشن، از اصحاب اون بیزینس آدمای درستی که میتونن راهنمای درستی به اون آدما بدن استفاده بکنیم و اون محل رو آماده و مهیا بکنیم که اینا بیان و با همدیگه تعامل داشته باشن. در رابطه با اینکه آیا من برم استخدام بشم یا کارمند بشم یا بیزینس خودم رو داشته باشم، از من سوال کردید، منم جوابتون رو بدم. ببینید، داشتن بیزینس برای هر کسی نیست. هر کسی ممکنه خوشش نیاد از مدل بیزینس داشتن، به خاطر اینکه وقتی شما بیزینس خودتون رو دارید یه سری محدودیت ها دارید، علارغم اینکه فکر میکنن مثلا شما بیزینس دارید نمیخواید باسی جواب بدید یا هر موقع خواستید برید هر موقع خواستید بیاد، این صحبت ها نیستش. مثلا من یه نمونه بگم، ما وقتی بحث هنرمندها پیش میاد و میدونیم که هنرمندها آدمای بسیار خلاقی هستن و میدونیم که بیزینس ها نیاز به خلاقیت و نوآوری دارن برای اینکه بتونن تو عرصه رقابت موفق باشن، خب میایم یک تعاملی بین بیزینسمن ها و هنرمند ها ایجاد میکنیم که بیزینسمن خلاق‌تر بشه و هنرمند پولدارتر بشه. به عنوان یه نیوکامر من پیشنهاد میکنم بلافاصله کسی بیزینس بزنه توی اون فیلدی که لازم هست و دوست داره کار بکنه. بهتره بره چند سالی کارمند کسی باشه و کنار دست کسی کار بکنه که تمام اون اطلاعاتو داشته باشه، یاد بگیره، چم و خم اون کارو یاد بگیره. بعد که چم و خم یاد گرفت، یواش یواش میتونه بیاد و بررسی بکنه که آیا بیزینس میتونه داشته باشه یا نه. یکی از چالش هایی که بعد از 11 سال شرکت داشتن من توی این کانادا دارم، داشتن نیروهای که با اینجا آداپته باشن و قاعده بازی اینجا رو بلد باشن و یاد گرفته باشن، و این سمینارها و این همایش ها خیلی کمک میکنه که بچه ها آگاهیشون رو، ایرانی ها آگاهیشون رو توی این زمینه ببرن بالاتر و بتونن خیلی سریعتر جذب بازارهای کار بشن. پس هدف ما این بوده که این تعامل ها شکل بگیره و الحمدلله خیلی تا حالا موفق بودیم، چون سعی کردیم بهترین ها رو گلچین کنیم و اونایی که واقعا تجربه موفقیت دارن، نه فقط علمش رو، استفاده بکنیم و اینا بیان و اون تجربهشون رو، چه شکست بوده چه پیروزیشون رو، با مردم شیر کنن و هر اتفاق خوبی که تا حالا افتاده ما بیشتر مدیون همین حضور گرم و صمیمی و این تعامل ها بودیم تا حالا. خیلی خوشحال هستیم که بستر مناسبی رو برای کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی تونستیم ایجاد بکنیم در کلوپ کارآفرینان و بازخوردهای خیلی خوبی داشته. ما معمولا هر دو ماه یک بار برنامه داریم و در این برنامه ها سعی میکنیم ارتباط بین کارآفرینان، افرادی که ایده دارن،
با سرمایه گذاران و کارآفرینان موفق ایرانی کانادایی رو مهیا بکنیم. در طول سال 2024 و 25 هم برنامه‌های زیادی داریم برای کمک به کارآفرینان ایرانی در جذب سرمایه گذار و جذب حمایت‌ها و کمک‌های مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری کانادایی، و هر کدوم از دوستان که علاقه‌مند هستن میتونن مستقیم با کلوپ کارآفرینان در ارتباط باشن و بیشتر با جزئیات و برنامه‌های ما آشنا بشن. خیلی ممنون از شما.